صبحتان بخیر و ساعت سوم برنامه صبح زندگی خوش آمده با ما همراه باشین تا ساعت ده تشته های دیگر جالبی از برنامه صبح زندگی همچنان باقی مانده ورزشکاران افغانستان در هر رشته ای که هستند و در هر کجایی که هستند همیشه افتخار آفرین بر افغانستان بودند همیشه بیرق افغانستان را بلند کردند و همیشه پیام صلح و همدلی را برای همه هم, هم وطنای ما داشتند از این جمله ورزش باید بگویم امروز یکی از قهرمانان رشته مبارزات آزاد را در برنامه صبح زندگی داریم احمد ولی هوتک که پس از یک حادثه ناگواری که تعداد زیادی از علاقمند داشت تعداد زیادی از کسایی که علاقمند به ورزش بودن تمامیشان به نحو ناراحت بودن از حادثه‌ای ای که برشان اتفاق افتاد اما شکر شکرگزار هستیم از پروردگار بزرگی که بازم صحتمندی نصیبشان کرد و ما امروز خواستیم در برنامه صاحب زندگیشان را با خود داشته باشیم از صحتمندیشان برالا علاقمندایشان و بر طرفدارایشان بگویند و اینکه مسابقات آیندیشان قرار است چه زمان برگزار شود آقای آمدین به صبح زندگی صبحتان بخیر تشکر صبح شما بخیر صبح تمام بیندا بخیر سلامت باشی سلامت باشین تشکر از اینکه امروز به صبح زندگی تشریف آوردین اگرچه شما در حالت خوبی هم قرار ندارین نسبتا ولی خوشحال هستیم که بازم صحتمند هستین و حادثه به خیر گذشت احمد ولی هوت اکبر ما بگوییم که چه اتفاقی برای شما افتاد تشکر سلامت قسمی دیگر آن یک مسابقه خیلی مهم داشتم در دا سازمان فایت ناین مسابقه منگاد که خیلی یک رویداد بزرگی بودن فرداش قرار بود طرف مسکو برم و با این مسابقه پایین ما گرفته گرفته بودم در کشور آمریکا که امه. از اونجا آمدم برای گفته که از اینجا مسکو برم دیگه شاو کسای بودن که دشمنای افغانستان دشمنای برای افغانستان دشمنای فیروزی افغانستان یک عمله بسیار ناجوان جوان مردانه امروز صورت گرفتن که واقعا خیلی متاثر ساختن یعنی اول بازی فکر میکنم که ما اینجا شاید با ورزش خدا فیزیک کنیم، با وانسان خدا کنیم. ولی مردم، امایت مردم، محبت مردم، زنده ام ساخت و حتی دل میخوای که بامی زخمایی که دارم باز زودتر مسابقه کنم. یعنی تای محبت و محبت مردم خدا دیدم بله مطمئنم که محبت مردم به شما خیلی زیاد بوده چون همیشه شما بر مردم ما افغانستان خوشی آوردین شما جمله کسایی بودین که اتحاد را بینشان آوردین روزی که شما در مبارزه تان قهرمان شناخته شدین روزی که تاره سن پیروز باشین ما شاید بودیم که در افغانستان هموطنان ما تاجر یک پشتون هزاره همگی تجلیل میکردن همگی خوشحال بودن همگی یک جا سر صدا میکردن و از این حادثه همگی ناراحت بود و همگی دعا میکرد بر شما که شما صحت و سلامت باز هم سر پای استاد شوید حادثه ای که بر شما اتفاق افتاد تا حال تا سن پیگیری بکنین از طرف چه کسایی بودن یا حداقل چرا خواستن چون این کار را با یک قهرمانی بکنن که همیشه قهرمانشان بوده در افغانستان در قطعه ما تصور از این فکر رزیرا نمی که بالا خودم همچه هم یک عمله صورت میگیرم خودم بسیار از یاد دیم از, از دوستم که انتقاد همیشه سر خودم میکنم که قسم نباید بگردی آه. ولی ما به دانیم به خودم به شخص فکر کردیم که ما باید کسی بدی نکردیم بچه. توقع از چا داشتم که بالای خودم صورت گرفت سوالتون چی بود؟ باشد. دلیلش چه بود که آمدن بالای شما حمله کرد؟ دلیلش هم دیگه ما مشخصا نفهمیدم و خواهش کردیم خواهشان میکنم از تمام ارگان های دولتی که هر چیز تری را فایده کنم با خودم خیلی مهم شناسایی که بودن ای افراد این شما گفتیم که کسای عدی نبود که از وی سرک و کوچه یا شناخته ما بودن این قسمی نبودن یک تیم عرفایی بودن که یا فلانشان بود که ما را برای خود ببرن میخواستن کجا می شما بله کجا بره و چه عدب داشت و نمیفهم دیگه اگه دبشوری بیاید دقت کنم میشناسم ولی متاسفانه که تا به کدام نتیجه نرسدم که اونا را گرفتار کنن یا بگیرن. احمد ولی هوتک یک شخص عادی نیست از نگاه جسمی چگونه تانستن که بیاین شما را زخمی بسازن حداقل کوشش برای بکنن که شما را با خود ببرد قدم اول ما در موتر بودم امه. فکر کردم که از مزارم میده یا اوتوماتا که موتر اصلاح کدم چه موتر شکستان دن و اتا داخل موتر بالای خودیم فایر کدم ولی توانچه رو گد باز فایر کدم اس کدم که در فرق ما دارویم توانچه زد اونا <applause> از اینجا جا اگر ما گفتی خودت ورزش نمی ما را خود صد در صد می بود. مقامت خودیم بود که نه یا سینیا که امروی خود ببرن و ما تقریبا دو نفرشان زدم امروشان جنگ کردم دمی اسناب بود خو اگر زیاد بود با زیاد بریم وقت زیاد می نفر بودن؟ پین نفر بودن امه. و دامی اس نبود که برای چانس کم شدن که برن یک موتور آمدن که یا از محترم زیاد ترسیدن که چرا غذام برای ما آمدن چه بودن و مردمو خبر شدن دیگه یا دیگرای بدون از فرار نداشتن. خیلی خوب و پس از اینکه شما رفتین به طرف شفاخانه و تقریبا یک مدت بستر ماندین حالا دکترها برای شما چه میگن که قرار است چه وقت مدت دیگه را در بر بگیره تا ای که شما کاملا صحتمند شوین دوباره سر پای شوین ما پاین ما دگی ما ما کمک بای کردن که با خطر سکس پاکوش کم که احا. ما سختتر میزیم که زربه اینجا نخوره از خیلی زمت میکشیم سختتر میسازیم اینی تا اندازه بسیار کم مانده بود که اگه چاقو پایین بره ش کم پاره کرد و تنزیات پاره کردن شاید با ورزش ادامه داده نمیتونستم و یک ای, ای بی میشدم همین که خوش شما شده بود با ضربه چاقو بود یا هم مرمی بود؟ هر دویش بود اول مرمی در جانم نخورد مرمی ثابت نکرد دیگه آلی دکتر با چه دکترم شاید یک ماه یا دو ماه یا یک ماه از ورزش دور باشم ولی بازم احتیاطا شاید در روزای نزدیک یک سفر داشته باشم به خاطر تداوی به خاطر تداوی المپیک افغانستان و همچنین ریاست تربیت بدنی در افغانستان در این راستا با شما چه همکاریایی کردن که یکی از هایشان امروز در افغانستان زخمی شد و اینا بتونن حداقل به شما کمک داشته باشن که زود شما دوباره سر پای شوین دوباره بتونین به مسابقات بعدی تا ما از طرف دولت بگویم خیر بین نوری امنیتی هم را مثلا سیاسون هم دوستم دارم مثلا ماستن سپانسر هم دارم از خود از اون لپی توقعی ندارم و دقصه شان هستم فقط یک چیزی از یا میخواییم که متوجه دیگه ورزکار ها باشن اقیز ها را نخورن و بین خود یک شفافیت داشته باشن یه میشه مرسد انتقاد میکنم شخص خودم این توقعیش هم ندارم و این چیز خواستم ازشان ندارم فقط دوینی دارین به اونا میخوایم که متوجه دیگه ورزکارا باشن و عقل اونا را نخورن خیلی خوب زمانی که شما در شفاخانه بودین از تربیت بدنی افغانستان هیچ کسی از شما دیدار نکرد حدی بیاین و از وضعیت شما دیدار بکنن بخواین این مساله را پیگیری بکنن یا ای اینکه حداقل ناراحتی خود را ابراز بکنن در این قضیه او بعدن معلوم میشه ولی آمدن خیلی دوستای زیاد آمدن بگم نامایشان شاید نگیریم از بلند بغیر از جمهور که وام مصروب بودن امروز پایم شنیدم پایمشم دیگه تامشان آمدن و, و دردی خود احسان کردن بسیار خوب حالا خواست شما از حکومت افغانستان مخصوصا از نیروهای امنیتی مادری در چی هست که بیاین و حداقل افراد دستگیر بکنن پیگیری بکنن حالا این افرادی که امروز اگر آمدن بر شما حمله کردن احتمال از این میره که کار بعدی هم بیاین چون این کار را بکنن ولی شاید با یک نیروی قوی تر که ما نمیخوایم خدای نخواسته اتفاقی برای شما بیفته ولی حداقل باید یک تدابیر برای این مساله داشته باشن دقیقاً اول از نیروی امنیتی خود انت فرصت انتخابات تشکر میکنم زحمت خیلی زیاد کشیدن خدا خیرشان بدم در قدم دوم خواست ما جدی همی هستن که چه ما اونه رئیس های امی خواستیم بود روی بری برشان گفتم گفتم ما فقط میخوایم که اینا دستگیر کنین طبعا که زندگی خودی میره قم ترس نمی ترسم خود طبعا که انسان گلد سر ببینه بعدا خود در ترس ساس میکنه از مجایی که ما میشه تیر میشم تو فکر میکنم که این خواه چی شدم این را تذکر کنند و این کار سخت بد رقم می میدرسم که دوباره تکرار نشه حالا از این حادثه تقریبا یک هفته گذشته نیروهای امنیتی که در افغانستان از است، استخباراتی که در افغانستان کار میکنند با این همه نفوذی که دارند و با این همه افرادی که در افغانستان هست از گروه های مختلف و فعالیت میکنند تا اینکه بتوانند نظم را بگیرند تا حالا نتونستن پنج فرد را به قهرمانشان به یک فرد عادی نه برای یک برای شخصیتشون حمله میکنه اینا را حداقل بین دستگیر بگیرن حدی شناسایی بکنن که اینا چه کسایی بودن چرا آمدن چون این کار را بکنن هیچ خبری در این مورد برای شما نرساندن ما از دیگه ام انتقاد میکنم و جگر ما خون است که چرا این کار را نکردن چرا به نتیجه خوب نرسیدن که افراد شناسایی کنن و اینا را دستگیر کنن و بازم تا گسم خواهش میکنم و خواهش کردیم که باید را دستگیر کنن و توجه جدی صورت بگیرن قسم که بر ما وعده دادن از چندی نورگانه این مهم با. که یا رتمن پیدا می کنیم دیگه که تا به کدام نتیجه نرسیدن ولی امیدوار هستم که در روزهای نزدیک به نتیجه برسه به خود مهم است به تمام ما مهم است به افغانستان مهم است که افراد باید فیدا شون و مجازات شوند دقیقا ما هم منتظر هستیم که حداقل نیروهای امنیتی ما در راستا بتونن اقدامی بکنن و حداقل با این همه نفوذی که دارن بتونن که پنج فرد یک میای برای قهرمانشان حمله میکنن و خدای نخواسته اگر اتفاقی بر از اینا می افتاد این نیروهای امنیتی بودن که باید پاسخگو بر تمامی ملت افغانستان می بودن بر خانواده ای ورداش افغانستان می که چرا نتونستن از یک ورداشکارشون حمایت بکنن و چرا نتونستن که امنیتش به شکل درست تامین بکنن آقای هوتک از مسابقات بعدی تان بر ما بگوین علاقه مندایتان و کسایی که دوست دارن شما را منتظر هستند بفهمن ولی هوتک قرار است چه زمانی با مسابقات بعدی خود بره یک خوبه مسابقات دو سایم منتظر بود افغانستان منتظر بله. بود که بعد فیروز شوم و زمت زیاد کشیده بودم پنج ما شب و روز یکی کده بودم که در مسابقه فیروز شوم دمسکه و دوستا افغان خیلی زیاد منتظر بود لوس منتظر بود برم زمت که برم زمان خیلی زیاد بودن که برم مسابقه کنم ولی متاسفانه که قسمه شد علی فکر کنم با تمام مردم و علاقه تشویش از زیاد است که گوی ما ای بی خونه شدیم ما بیخی این کاملا جور استم و از ای شدن اه، اه، کنار رفتیم و از مرگ که با چشمی خودیدیم و, و از ای بی این ما بزرگترین فرصت در طول یک ماه کنیم ما با تمناتم برمی گردم و قویتر و خوب و بهتر برمیگردم گردم و ادامه که انشالله یکی نیم که شاید از سی بیس مسابقه دیگر زیاد هم در بزرگترین سازمان دنیا داشته باشیم انشالله انشالله که بزرگترین فرصت دوباره سحتمان شدین ما هم منتظر شما و منتظر مسابقاتتان هستیم که بتونین بازم بر افغانستان افتخار آفرین باشین و ارزو میکنم بگه خیلی زود دوباره بتونین سهتمند شدین و بیرق افغانستان را بازم بلند بکنین میخوایم گفتنی تان داشته باشیم و علاقه مندایتان و کسایی که دوستتان داره و اونایی که منتظر هستن از شما چیز بشنن اما کاملا جور بخی خوب بزرین فرصت بار میګردم او یوک خواهش میکنوم که کانفرنس ته تمامش از مزبن میبریم او موږ می میګیم که لعنت به کانفرنس ته سم فرستي میګیم به یو صدا کی زندہ باد افغانستان زندہ باد امید افغانسان با متحد سلامت وشو تشکر از کی امروز با سوو زندگی هم دین بر ما وخت دین باسن پیروز وشو ممنون سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی هستین احمد ولی هوتک قهرمان رشته مبارزات آزاد در برنامه صبح زندگی با ما بودن از صحتمندیشان گفتن که خوشبختانه کاملا صحتمند هستن و قرار است تا یک ماه دیگه دوباره اینا بتونن که به تمرینات خود آغاز بکنن و مسابقات بعدی پیشروی خود همچنان ادامه بدن بیننده ما باشین تا ساعت ده میان برنامه خیلی کوتاه برمیگردیم با نظریات شما عزیزان و خبرهای تازه از سینما و ورزش